بریم کبابو بپزیم حالشو ببریم. سعی میکنیم یه خط از این وسط بندازیم تا انتها. نگاه کنید وقتی چاقو تیزه میبینید پوست به این زخیمی رو چجوری میبره. خب چه میبینید؟ چه گوشت قشنگی داره. اینو از این میاریم به اندازه های دو بنده انگشت خوردش میکنیم. پشت سر هم الگو میکنید به همین شکل میره جلو. اگرم دیدی قسمتی ازش زخیمه یه مقدار اینو به این شکل اینجوری بازش میکنید و این از این خوردش کردم و نگاه کنید. اینجاست که میگه باغ داباد انگوری. ببین چنجر رو نگاه کن فقط. به به به. اینم خاموشش کنیم. من با اجازه بزرگترا کارمون برای اینکه این اردکه رو تک تکش کنیم نیاز به چاقو تیز داریم. تیز کردن این چاقو داماسکوس هم به این شکله. خیلی آروم کار نمایشی نکنید. فکر کنید یه سکه پشت چاقوتونه، اندازه یه سکه مثلا، هر سکه. ببینید آروم یه دونه این بعد یه دونه این بعد با همون زاویه که رعایتش کردید. خیلی ساده اینا. وقتی چاقو پتانسیل تیز شدن داشته باشه به راحتی تیز میشه. حالا کاری که میکنیم میایم اینجا، اینم اردکمونه. سعی میکنیم یه خط از این وسط بندازیم تا انتها. نگاه کنید وقتی چاقو تیزه میبینید پوست به این زخیمی رو چجوری میبره. خب نگاه کنید این از این. این هنر چاقوه نه هنر جواد جوادی. راستی لینک چاقوها رو همین پایین میذارم. $50 آف خورده. تو قسمت کوپن بنویسید ایران تهیه بکنید. کلنم 100 دست این چاقو دیگه بیشتر ندارم چون تو سال 2019 خریدمش. اگه الان بخوام بخرم قیمتش دو برابره. کلا 100 دست مونده. بخرید تهیه کنید اما یادگاری داشته باشید. حالا کاری که میکنم دستمو میندازم این زیر. این یه مقداری اردک داستان پوستش متفاوته. ببینید دیگه آروم آروم با شستم. ببینید نمیخوام دمج جایرم، نمیخوام آسیب بزنم. با شستم اینجوری میکشم و اینو جدا میکنم. حالا کلشو قلفتی در میارم و بهتون نشون میدم. این از این. اما ما نیاز داریم که تیکه قشنگی ازش در بیاریم. پاهاشو از اینجا جدا میکنیم از هم دیگه. سینه رو جدا میکنیم، بالا رو جدا میکنیم و همینطور گردن رو. گردنش نمیشه کباب کرد، 2 متر. بعد این گردن رو باش سوپ درست بکنیم. ولی میریم تو کار این که پا رو جدا بکنیم. این یه مقداری هم خیلی قوی تر از مرغه. این از این. پاهاش به این شکل به راحتی جدا میشه. میگن اصطلاحاً لاولی لگ. یه لاولی لگ ازش درست میکنی و همینطور دیگه مرحله به مرحله بهتون نشون میدم و خوردش میکنم میگم چی کار باید بکنی. این از ساقشه. ساقو سعی میکنیم که یه خط بندازیم به این شکل. میبینیم همین یه خط بندازیم باز میشه. این از ساقاشه. این هم سرکتفاشه. سرکتفارم البته من بازش کردم ولی باز بهتون یاد میدم. یه خط اینجوری میندازی اینم به این شکل باز میشه. این میبینید من چند سال پیش یه دونه بال درست کردم و کتف دلوازو و یه بالم آموزش دادم که آموزش باز کردنشو تو اون فیلم دادم. اینم از این. اینم دوباره یه همچین حرکتی رو بهش میزنیم. چاقوتون اگه تیز باشه کارتون خیلی راحت میکنه. حالا میام سراغ بالاش. اینم از این. اما گوشت این شبیه گوشت قرمز میمونه. گوشت شترمرغ و اینا گوشتایی هستن که واقعا خوبم و خوشمزن. اینم نگاه کنین. اینم این قسمت بالا رونشه. حالا میام سراغ این. این اوسط کاری که میکنیم به این شکل. این سینه‌شه. میبینید چه گوشت قشنگی داره. اینو از این میاریم به اندازه های دو بنده انگشت خوردش میکنیم. پشت سر هم الگو میکنید به همین شکل میره جلو. اگرم دیدی قسمتی ازش زخیمه یه مقدار اینو به این شکل اینجوری بازش میکنید و دستید نگاه کنید به این شکل همه رو خورد میکنیم یه اندازه. حالا که خوردشون کردیم میریم سراغ چی؟ سراغ مرینیت کردنشون. یه مقداری زخامت اینا رو از چنجه معمولی بیشتر بگیرید چون اون قسمت هایی هم که استخون دارن بپزه. تیکر نگاه کنید. گوشت بذارید کش فشار بدم براتون. نگاه کنید اینها. حالا
چیزی که ایژیان ها میگن، میگن قوای جسمی رو خیلی زیاد میکنه و اینکه جزو گوشتایی هستش که واقعا برای بدن مفیده، اما خب گرونه. من اینو خریدمش 26 دلار. البته اینا پرورشی هستن، فری رنج پرورشی هستن، تو محیط آزاد زندگی میکنن. 26 دلار گرفتم. حالا ممکن تو کشورهای دیگه ارزون تر هم باشه. بریم برای مرینیت کردن و کباب کردنش. این چنجه راست کار عرق خوراست، یعنی باهاش عرق خوری بکنی حالشو میبری دیگه. بریم سراغش. آب لیمو، کارمونو با آب لیمو شروع میکنیم. آب لیمو ایرونی هم بهش زدم. این آب لیمو رو میذاریم کنار و بعد آب لیمو برای یه دونه اردک نیاز به 3 حبه سیر داریم. اینم از اینم 3 حبه سیر. و نکته مهم، یه دونه پیازه. هر چقدر نازکتر این پیاز رو خوردش کنی، میبینید چقدر نازک میزنم، این از این، هر چقدر که این نازکتر خورد بشه خیلی بهتره. این از این. پیازم اضافه میکنید. پیاز رو فقط لهش کنید، بعد اضافه کنید که اشکش در بیاد. خب این از این. میام سراغ افزودنی ها. چون این کباب چربیش کمه، این روغن دونه انگور من میگیرم. میگن خوبه، حالا روغن زیتون میتونید بزنید یا از این روغنم بزنید. یه مقداری از این میزنیم بهش و میام سراغ افزودنی ها. ببینید دوستان، فقط توجه بکنید در رابطه با سوی سس، این بوی زهم داره یه مقدار، ولی سوی سس رو بهش بزنید، نه زیاد که خرابش بکنه. ببینید انقدر نگاه کنید، این از سوی، سوی خوبی هم هستش، همین یه ذره براش کفایت میکنه. اون سویه بهش اضافه میکنیم که زهمگیری بکنه. البته برای هر چیزی نمیشه استفاده کرد. من اینو سوال کردم و تحقیق کردم چجوری زهم اردک و بوش رو میگیرن. اینم ادویه مریم گلیه. اگه خارج هم هستید میخواید تهیه کنید، سیج بهش میگن. یه قاشق از این بهش میزنیم و یه قاشق چای خوری هم بهش آویشن سایده نشده میزنیم و همینطور نمک یه قاشق چای خوری، البته یه ذره من بیشتر میزنم و همینطور فلفل سیاه. فلفل سیاه خیلی خوشمزه و خوشخوراکش میکنه. هر مقداری که دوست دارید، من کرش شدهشو میزنم، همیشه روشم خودشو نشون میده. اینم از فلفل سیاه. حالا کاری که میکنیم اینه. ببینید دوستان، برای ماساژ دادن رو دروسی نباید باهاش بکنید، حسابی ماساژش بده. ببینید سویی هم که زدم رنگ اینو خراب نکردش. میبینید اندازه ها باز دستتون باشه و حالشو ببرید. این از این. بعد 3 ساعت میریم برای کباب کردنش. اینم آماده شد و میره تو یخچال. یه چیزی میخوام بهتون بگم، چاقوی خوب بعد خورد کردن 50 کیلو پیاز خودشو نشون میده. بعضیا کاغذ میبرن، نمیدونم این 50 کیلو پیاز خورد کن باشه، این چند چندی. این چاقو رو 4 ساله دارم استفاده میکنم، هنوز مو رو میزنه. چاقو خیلی خوبیه. راستی این فیلم رو درست کردم، خفن ترین ساندویچ ارامنه ایران. میبینید 29,000 تومان بازدید آورده، نیو فیلم جدیده. و یه فیلم دیگه هم براتون گذاشتم، اینو حتما این فیلمو ببینید، آموزش دودیکنه و ساخت اسموکر. با 3 دلار بهتون یاد دادم چجوری میتونید اسموکر درست بکنید. چه گوری بعد گوری. بریم باقی فیلمو با هم دیگه ببینیم. این از این خوردش کردم و نگاه کنید، لابلی لگ. اینم خود چنجه. میریم تو کارش برای پختن. اینا رو هم تو یه سیخ دیگه زدم. میبینید خوشمزه، خوشخوراک. همینجوری الان یه دونه این پیاز من خوردم، این خودش نشون دهنده اینه که خوشمزه شده. بریم پای گاز و حالش رو ببریم. عجب لیمویی ها. بریم کبابو بپزیم حالشو ببریم. عجب هوا سردی، هوا 4-5 درجه است. اینا رو هم گذاشتیم. میبینید آروم آروم داره میره برای پختن، ولی حرارت یه مقداری بالا بگیری چون دمای پختش تقریبا شبیه مرغ میمونه. آقا شعله رو یه ذره زیاد بگیرید. لیمو هم که اینجا داریم به فراوانی، اینجا رو نگاه کنید. این هم از این.
حرارت بالا حرارت رو پایین بگیرید این کباب رو خرابش کرد. حرارت بالا ولی باد بزنید شعله ها این ور اون ور برن. اینم پیاز روشه ها، پیاز رو هم سعی کنید بردارید که بعدا سوخته نشه. ولی با اجازت من یه لیمو هم این ور رو مهمون کنم. اینجاست که میگه باغ داباد انگوری. ببین چنجر رو نگاه کن فقط. به به به، اینم خاموشش کنیم. من با اجازه بزرگترا، این از این آماده شد. با اجازه بزرگترا من یه دونه امتحانی به این میگن امی، یه دونه امی براتون برم. چنجه آبداره ها، نگاه کنیم. گوشت رو ببین، نن پنبه است. اون بوه زهمشم کاملا اون سویسوس از بین برد. اگه دوست داشتید بهش سیر بزنید، اگر هم دوست داشتید نزنید، ولی با سیر خیلی خوشمزه تره. امیدوارم کنارش یه پیکم بزنید، ما رو هم یاد کنید. دوستتون دارم، به خدای بزرگ میسپارمتون. یادتون نره فیلمای ما رو تو جاهای دیگه اشتراک گذاری کنید. اینستا منم در خدمتتون هست. هر وقت غذای دوست داشتید به من مسیج بدید. دمتون گرم، خدا رو نگهدارتون.